میخواهم عرض کنم که آقای دکتر دارن اشتباه میگن. اگر هم برداشت اینجوری کردند اشتباه است. یک اولش بگم در مورد اینکه آقای خمینی، آقای آیت الله خمینی دنبال قدرت نبودن، دنبال حکومت نبودن، این اشتباه است. این که فرض بکنید ایشون تشریف بردن قم و بعدن آمدن تهران، گفتن آقای بهشتی نشود بشود، که اینا اصلا ارزش و اهمیت آنچنانی در پروسه بررسی یک تاریخچه نداره. اما این قطعی است که آقای آیت الله خمینی در سال 1342-1321 تحریر الوسیله رو می نویسند، در سال 46 حکومت اسلامی کاشف القطاع رو می نویسند، نامه ای از امام موسوی کاشف القطاع حکومت اسلامی، صراحتاً در مورد ولایت فقیه نظر میدن که حکومت حق فقیه عادل است، حق افقه اعدل است. درست؟ این تردیدی درش نیست. دیگر این که ایشون بارها سخنرانی‌هاشون داریم، هممون میتونیم مراجعه بکنیم که بارها حتی در مورد حضرت امام حسین وقتی صحبت میکنن میگن که حضرت امام حسین برای حکومت قیام کرد، اگر غیر از این بود میخواست چیکار. دیگر این که حتی در مورد حضرت عیسی که در 33 سالگی به صلیب کشیده شد، آقای خمینی صراحتاً میفرمایند که باید شمشیر دستش میگرفت، منتها حضرت عیسی به اون مرحله نرسیده بود که شمشیر دستش بگیره و حکومت خدا رو برقرار بکنه. بنابراین این بس که آقای خمینی دنبال این نبودن و بعد بازرگان مثلا میگید بازرگان شد، سر چی شد؟ سر اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری. خب اون با سر اون مسئله کنار رفت، پس باید بگوییم که پس ایشون موافق گروگانگیری بودن، که بودن. اما برگردیم به نطقی که همین الان پخش شد و آقای خمینی فرمودن که حتی حاضر نشدند دیگران رو هم اندکی در قدرت سهیم بکنند، حاضر نشدند. چرا؟ میفرمایند که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، کمترش اشاره دارد به اینکه جمهوری بشود. بعضی ها میگفتن جمهوری بشود، قطعا طرفداران نظام گذشته نبودند که میگفتن جمهوری بشود، متحدین و متفقین انقلاب بودند. شبها بسیاری از ملی مذهبی ها، ملی گراها و اینها. از طرف دیگر آنچه که آمدن گفتن یک کلمه بیشتر هم نباشد، تنها پیشنهادی که کردند که یک کلمه بیشتر بشود آقای بازرگان بودند که فرمودند جمهوری دموکراتیک اسلامی. آقای خمینی فرمودند نه خیر، اون هم زیادی است، چون اصلا دموکراسی با اون صورت رو قبول نداشتن، آزادی، حالا اون بحث شداست. اما میفرمایند چی؟ میفرمایند اینها اصلا در صحنه انقلاب حضور نداشتن، حالا اومدن سر سفره آماده میخوان قدرت کسب بکنن. پس بنابراین حالا که اونهایی که اینا پیشنهاد میکردن اصلا متفق انقلاب بودن، حضور هم داشتن و نظرشون رو میگفتن. آقای دکتر میفرمایند که مردم اون موقع میدانستند که محتوای این جمهوری، اینی که بهش رأی میدن چیست، و بعد یک سری از خواستهای مردم رو ردیف میکنن که مردم میخواستن شکنجه نباشد، زندان نباشد و از اقتصاد بهتر، اینا رو که میدونیم. اما نمیدانستند آنچه که در درون نظام جمهوری اسلامی، حکومتی به نام جمهوری اسلامی هست، که آیا باز دوباره تعذیر هست، شکنجه هست یا نیست، این رو نمیدونستن. این که بنده عرض میکنم بی اعتبار است به این علت که شما عرضه میکنید چیزی رو به من، به یک آدمی که آقا این بستر رو میخوای و بعد تبلیغم کرده اید پشتش، منم به هیجان آمده و از این حالت وضع خودم هم متنفرم، میخوام این بستر رو هر چی توش باشه. عرض کردم خدمتون اگر آقای خمینی می آمدن می گفتن جمهوری خالی، همه بهش رأی می دادن. اگر می گفتن اصلا مشروع سلطنت پادشاهی، همه بهش رأی می دادن. حکومت اسلامی، همه رأی می دادن. بنابراین اینو نفرمایند، یعنی اینو بنده قبول ندارم، نه به ایشون عرضه می کنم، به طور کلی بنده قبول ندارم که مردم می دانستن که در درونش چیست، و الا اگر می دانستن الان این همه اختلاف حتی بین خود
کسانی که جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن، از بلند پایگان انقلاب بودن، متفقین انقلاب بودن، این همه اختلاف نظر نمیتوانست وجود داشته. بنابراین عرض کلیم این استش که هم آقای آیت الله خمینی بنابر نظراتشون، بنابر تعبیری که هستن به طور کلی از اسلام و زندگی رسول الله دارن، بحثشون این بود که باید حکومت در دست روحانیت باشه، چرا که نایب امام زمان هستن. دوم این که فقط و فقط ولایت فقیه باید باشه، کسی دیگری هم در این حکومت شریک نشه و مردم نمیدانستن به چی رأی میدن. ببینید دو تا مسئله هستش آقای چالنگی. یکی این که اساساً وضع ما در این سه دهه به کدام سمت و سو رفته، این یه مسئله هست، و چه علل و عواملی باعث شده که وضع اقتصادی به اون مطلوبیتی که ما میخواییم نرسه، وضع آزادی ها به اون مطلوبیتی که ما میخواییم نرسه و غسل هازا. این یه مسئله هستش که به گمان من وظیفه آدمی مثل من، مثل حضرت عالی، مثل جناب آقای محمدی و دیگران این هستش که ما بنشینیم و بگیم که به چه دلیل، به کدامین اسباب و علل، چه تحولاتی باعث شدش که انقلاب نتونه به خیلی از اون خواسته هایی که میخواسته برسه. این یه مسئله هستش. مسئله دیگر این هستش که جوری که آقای محمدی دارن مطرح میکنن این هستش که امام از اول یک اهداف مشخصی رو داشتن در ذهنشون و اون اهداف مشخص هم دقیقا همینی هستش که ما الان بهش رسیدیم. ببینید اینجا هستش که وقت من با آقای محمدی اجازه بفرمایید آقای دکتر، من چون حرف آقای محمدی رو باید تعبیر نکنیم، تا اونجایی که من ملتفت شدم و همینطور به نظر میاد این هستش که آیت الله خمینی برخلاف اون چی که شما گفتید میدونستن و میخواستن که به قدرت برسه روحانیت و ولایت فقیه، نگفتن که میخواستن و از همین بشه که امروزه شده، یعنی اگر اقتصاد بده آیت الله خمینی میخواستن وضع اقتصاد بد بشه یا چیز. حرف ایشون این نبود، حرف ایشون بود که میخواستن به ولایت فقیه حاکم بشه. با این اگر اشکال دارید بفرمایید که اشکال بله. من اتفاقا اینجا هم معتقدم که اینجوری نبود که امام از اول، یعنی از وقتی که مبارزه شروع شد سال 56 سال 57 و بعد از 22 بهمن ایشون به دنبال تحقق ولایت فقیه بودن. اگر چنین می بود اساسا ایشون هیچ اجباری نداشتن که مرحوم مهندس بازرگان رو بگن آقا شما بیاید نخست وزیر بشید و دولت موقت تشکیل بدید، یا اون نکته دیگری که خدمتتون عرض کردم که در نخستین پیشنویس قانون اساسی اساسا نامی از ولایت فقیه برده نشده. ببینید اختلاف نظر من با آقای محمدی در این هستش که آقای محمدی اینجوری مسئله رو مطرح میکنن که امام از ابتدا دقیقاً همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده بودن و هر چیزی که رفت جلو تا به امروز دقیقاً مطابق میل و نظر و اراده و طرح از پیش ریخته شده آیت الله خمینی بوده. من این نظر رو ندارم. من نمیگم که ببینید آقای چارنگی دو تا مسئله هست. یکی این که آیا آیت الله خمینی، امام خمینی به ایده، به کانسپت ولایت فقیه اعتقاد داشتن یا نه. من معتقدم که چرا، ایشون این اعتقاد رو داشتن، همچنان که خیلی از مراجع هستند بودن که چنین اعتقادی رو ندارن. بله. اما این یک مسئله هست. مسئله دیگه اون چیزی هستش که در عمل اتفاق افتاده، یعنی سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در این سه دهه هستش. من معتقدم خیلی از اون چیزهایی که اتفاق افتاده اتفاقا نیروهایی بودن، تحولاتی بودن که یه جورایی تحمیل شدن به امام خمینی، یعنی اساسا مطابق میل و نظر و اراده ایشون نبوده. بنابراین اینجوری نیستش که هر اون چه که در این سه دهه اتفاق افتاده اینا رو دقیق امام خمینی نشسته بودن در بیش ذهن خودشون تحریزی کرده بودن و اینا رو مرحله به مرحله به اجرا گذاشتن و مرحله به مرحله آوردن جلو. یعنی این صورت رو افرادی مثل آقای محمدی هستن که دارن نسبت میدن به امام.